شکست دادن دیوید تیلور با من، یزدانی باید قبول کنه که من باشم. بردن تیلور خیلی آسونه. منصور برزگر رو کشتی دوستان و گوش شکسته ها به عنوان مولانای کشتی میشناسن. مولانای کشتی لقبیه که اهالی کشتی بعد از شکست کورتانیتزه مقابل حیدری به برزگر دادن. سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد کشورمون همین شرایط امروز حسن یزدانی رو با علیرضا حیدری و کورتانیتزه تجربه کرده بود. کورتانیتزه قبل از المپیک 2004 آتن موفق شده بود 4 مرتبه درست به اندازه پورتای تیلور برابر یزدانی، علیرضا حیدری ستاره اون روزهای کشتی ما رو شکست بده. این گرجی پرزور به نوعی تبدیل به گربه سیاه حیدری شده بود تا اینکه در المپیک 2004 آتن منصور برزگر 2 تدبیر ویژه به خرج داد. اول اینکه یک کشتیگیر و حریف تمرینی از همدان پیدا کرد که شکل و شمایل، قد و قواره و سبک کشتی شبیه به کورتانیتزه بود. این حریف تمرینی مدت‌ها با علیرضا حیدری تمرین کرد تا اون به شرایط مشابه با کشتی کورتانیتزه عادت کنه. همچنین منصور برزگر 1 سال فیلم کشتی کورتانیتزه و علیرضا حیدری و 4 شکست قبلی رو بارها و بارها تماشا و آنالیز کرد تا ضمن پیدا کردن دلایل شکست نقاط ضعف و قوت حریف و حیدری رو شناسایی کنه. در نهایت هم حیدری موفق شد کورتانیتزه رو در المپیک 2004 شکست بده. حدود 40 روز پیش و قبل از شروع مسابقات جهانی 2023 بلگراد، منصور برزگر در مصاحبه ای اعلام کرد بردن تیلور به نظر من راحته. همون دوره من، کابه و رضایی و بقیه نشستیم و حرف زدیم و طریقه فن زدن تیلور رو گفتم. این خیلی مهمه که دست چپ و راست رو چه وقت به کار بگیری. حسن باید قبول کنه که با ما بنشینه و با هم روی این کشتی کار کنیم. شاید فکر میکنه اگه با ما بشینه کوچیک میشه، اما آرزوم اینه که کشتی 2 طلایی بشه. حسن یزدانی هم اگر فکر میکنه میتونم کمکش کنم، در خدمتش هستم. از طریق دبیر و مربیان میتونه بگه و با هم بشینیم. این اعلام آمادگی استاد و پیشکسوت شناخته شده کشتیه که سالهای سال برای قهرمانان المپیکی و جهانی ما نسخه تجویز کرده. اما پرسش اینجاست. آیا حسن یزدانی هم میپذیره که 1 سال پای کلاس درس استاد منصور برزگر بشینه؟ یا نه میخواد به همین روال ادامه بده؟ البته چیزی از ارزشش کم نمیشه. دوستان عزیز، نظر خودتون رو برامون بنویسید. ممنون از نگاهتون.